دوستان و یاران مهربان من، با درود و احترام و این که به روزهای آخر دوران قاجارها در ایران رسیده ایم و مملکت سخت به هم ریخته و بلبشوش است. هیچ کس حد خودش رو نمیشناسه. هر کس به فکر خودش. جناب احمد شاه هم همچنان در خارج از ایران، در پاریس، زندگی خودش رو داره و مطلقا به مسائل داخلی ایران هم توجه نداره و همه تصورش این است که ایران ارثی است که پدرهایش با شمشیر برای او فراهم کرده اند و او ابدالآباد پدر در پدر از این ارث می توانند استفاده کنند. حالا 72 برنامه رو براتون میخوام عنوان کنم. مژدکن در پیکر افسرده ایران، باز جان آید، امید آید، توان آید. باز در باغ ز تاراج دی آزرده، بلبل آید، لاله آید، ارغوان آید. خنده آید بر لب مغموم، شادی آید در دل محروم. آفریدون آید و ایران ویران را مأمن آزادگان سازد. بر فراز خانه ما، میهن ما باز پرچم ایران برافرازد. شیر با شمشیر و با خورشید باز در عالم سر افرازد. قصه ما توجه داشتید که به اونجا رسید که سردار سپه و سرتیپ فضل الله خان زاهدی توانستند که شیخ خزعل رو از خوزستان خارج کنند و به تهران بیاورند، بدون آن که حتی جنگی در بگیرد و خونی از دماغ کسی ریخته شود، که این خود خدعه‌ای بود که انگلیس ها را غافلگیر کرد. چون انگلیس ها زمانی متوجه قضیه شدند که جناب شیخ خزعل و شیخ اجل پسر ایشون در تهران در یک خانه بسیار زیبا و به اصطلاح اشرافی که براش تهیه شده بود به زندگی خودش البته زیر نظر مأموران امنیت زندگی خودش رو ادامه میداد. و براتون باید این قصه رو بگم که ایشون تا آخر عمرش در تهران باقی موند. حتی یکی دو بار وسیله‌ای فراهم کرد که از رضا خان سردار سپه و بعدها رضا شاه اجازه بگیره که به خارج از ایران بره، ولی با لطائف الهیل مانع کار او شدن. از اون جمله یک روزی در یک مجلسی اظهار میکند که من چشمام اخیراً دچار زحمت شده و باید برای معالجه به خارج بروم. به گوش رضا شاه میرسه. رضا شاه در یک مجلسی که شیخ خزعل بوده است آقای جم وزیر دربار رو صدا میکنه و به جمع میگوید که من اخیراً چشمانم دچار زحمت شده و نیاز به یک طبیب حاذق دارم. شیخ خزعل هم داره گوش میکنه حالا. و آیا ممکن است که ببینید در اروپا کدام طبیب حاذق میتواند هر چه زودتر به ایران بیاید تا هم چشمان مرا معالجه کند و هم
چشمان جناب شیخ خزعل را که احتیاجی نداشته باشند ایشون رو سفر بروند. و با این طریق البته تمام وسایل لازم رو برای ایشون در تهران فراهم کردند و انگلیس ها دستشون برای همیشه از دامان جناب خزعل کوتاه شد. اما به هم ریختگی مملکت در حد اعلی است. یک اقلیتی در مملکت هست که مدرس اون رو اداره میکنه و از طرفی بسیاری از علما که دستشون و دیدشون به طرف انگلستان هست، آنها گوش به فرمان هستند و اغلب زنگهایی رو می نوازند که موجب اختلال می شود. اما باید براتون تعریف بکنم، احمدشاه همچنان که گفتم در اروپا زندگی می کند. مجلس پنجم هست، سر کار آمده. خب حالا گفتیم که در همان روزها که احمدشاه به خارج رفته است و سردار سپه هم نخست وزیر است و خیالش از مسئله خزعل و خوزستان هم راحت شده و خب البته هر آدمی وقتی که به قدرت میرسه، اون هم در یه چنین مملکتی بربشویی، به فکر این میفته که چطور میتونه خودش رو مستحکم تر بکنه. یه مسئله خیلی پیش پا افتاده اینیه و هر آدم قدرتمندی اون هم در اون خصوصیات در اون جامعه عقب مونده یقینا به فکر این است که چطور خودش رو حفظ بکنه. حالا در همسایگی ایران واقعی اتفاق میفته که از لحاظ سیاست بین الملل و خصوصا در ممالک اسلامی فوق العاده شایان اهمیت و آن برچیده شدن خلافت عثمانیان و برقراری رژیم جمهوری و انتخاب مصطفی کمال به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه است. وقتی که خبر انتصاب مصطفی کمال به ریاست جمهوری به ایران میرسه، احمدشاه هم که در تهران نیست، در نتیجه ولیعهد تلگراف تهنیتی رو برای آقای کمال پاشا به ترکیه مخابره میکنه. در همان روزهایی که حالا آتاتورک از طرف مجلس ملی به اتفاق آرا به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شده است، در ایران هم طبیعتاً یه عده‌ای که تازه از فرنگ برگشتن و اینها بچه‌هایی هستن، یعنی خانواده‌هایی هستن که در اروپا تحصیل کردن، درس خوندن، جمهوری رو میشناسن، مشروطی سلطنت رو میشناسن و کاملاً میبینن که تقریباً در با بسیاری از کشورهای اروپایی جمهوریت پا گرفته و دموکراسی ظاهراً با جمهوری عجین شده. اینها یواش یواش به این فکرن که ما بایستی که پس در ایران برای پیشبرد مقاصد خودمون البته جمهوری رو انتخاب بکنیم تا بعد بتونیم در یواش یواش در مقامات به اصطلاح خودمون رو تثبیت کنیم. در این زمینه عده‌ای به فکر افتادن که یه جمهوری سالم ممکنه از یه سلطنت ناسالم بهتر باشه. حالا آیا سلطنت ناسالم بوده؟ آیا جمهوری؟ من دارم تاریخ رو براتون حکایت میکنم. در اواسط بهمن ماه 1302
سر و صدای جمهوریت ابتدا از ولایات و سپس در تهران بلند شد. روز به روز شدت پیدا کرد. همه مردم از مسافرت‌های احمدشاه شکایت داشتند. خب البته سردار سپه هم از این موقعیت بسیار خرسند شده. او به فکر افتاد که هر چه زودتر مجلس پنجم رو آماده کنه تا اینکه شاید بتواند با رأی مجلس رژیم سلطنتی رو از میان بردارد و احتمالاً خود ایشون اولین رئیس جمهور ایران بشوند. خب ایشون هم مثل هر آدم دیگه ای علاقمند است که خودش رو تثبیت کنه. برای تصریح در انتخابات سردار سپه تلگرافاتی رو به شهرستان ها مخابره کرد و اعلام کرد که چون برای اول شهر رجب یعنی ماه رجب مجلس شورای ملی باید حتما مفتوح بشود، تا این تاریخ کلیه نمایندگان باید در مرکز حضور داشته باشند، لزوماً تأکید میکنم که آقایان نمایندگان را بدون فوت وقت حرکت داده و روانه تهران نمایید. در صورت تأخیر شدیداً مسئول خواهید بود، رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا. انتخابات اغلب از نقاط خاتمه یافت و چون در حوزه مسئولیت عده‌ای هنوز سرعت اقدام اونطور که لازم است انجام نشده بود، سردار سپه طی تلگرافی می نویسد که تأکید می کنم در پیشرفت انجام انتخابات جدیت نموده، مخصوصا به نظار تذکر دهید که در انجام وظایف خود تسریع کنند و اهتمام کنند که هرچه زودتر انتخابات انجام یافته نمایندگان را به مرکز معرفی نمایید. رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا با کوشش های فراوانی که همین اطرافیان سردار سپه یعنی اغلب تحصیل کردگان اروپایی که به دور او جمع شده بودند که بعد هم در کابینه او پست های مهمی رو اشغال کردند، به هر حال مجلس پنجم آماده شد اما اعلی حضرت در تهران نیستند تا اینکه نطق افتتاحیه مجلس رو ایراد کنند. به این جهت ولیعهد مجبور شد که شخصا در مجلس حاضر بشود و نطق افتتاحیه رو عنوان بکند که قسمتش به این شکل است: بسم الله تعالی. با نهایت مسرت و خوشنودی دوره پنجم مجلس شورای ملی را به نام اعلی حضرت شاهنشاهی افتتاح می کنم. توفیق نمایندگان ملت را در ایفای وظایف مهمه خود از خداوند متعال خواهانم. و بست انتظامات مملکتی و تدارک تمام وسایل این مقصود به حمد الله فراهم شده است و بهبودی امور اقتصادی و فراهم ساختن موجبات ترقی آن محل توجه کامل اعلی حضرت می باشد. همچنین توسعه معارف و تعمیم آن در کلیه مملکت حتی الامکان و حسن جریان عدلیه و وضع قوانین لازمه برای این مقصود نسب العین اعلی حضرت و بندگان اعلی حضرت می باشد. جزئیات و توضیحات هر یک از این فقرات هنگام ارسال لوایح متعلقه به آن روشن می شود. حالا در این مجلس بر سر تصویب اعتبارنامه ها کشمکش زیادی صورت گرفت. یه عده جمهوری خواه که خب انتخاب شدند آمدند به مجلس،
یه عده‌ای هم مخالف اونا هستن. بالاخره با کشمکش های بسیار زیاد اعتبارنامه های وکلا تصویب شد و وکلا مشغول دستبندی شدن. سید حسن مدرس، آخوند مشهور که خودش رو از سایر علما جدا کرده بود، بالاتر از همه میدونست و در مجلس به اصطلاح شأنی برای خودش قائل بود، گروه اقلیت رو تشکیل داد. میرزا هاشم آشتیانی از روحانیون طراز اول و سید احمد بهبهانی و سید حسن زعیم کاشانی، احمد اخگر، ابوالحسن حائری‌زاده و شکرالله خان قوام الدوله دسته مخالف جمهوری به شمار می آمدند، یعنی اونها طرفداران سلطنت بودند. و آقای تدین، سلیمان میرزا، تیمورتاش، داور، اینها اغلبشون فرنگ رفته ها بودند، دسته موافق جمهوری رو تشکیل میدادند. در بازار هم یه دستبندی و سر و صدای زیادی شنیده شد، و اما متاسفانه در بین روحانیون اختلاف شدیدی اتفاق افتاده است. گروهی طرفدار جمهوری هستند، یه گروه کوچکی، ولی اکثریت همچنان طرفدار سلطنت. مشارالملک که از اروپا مراجعت کرده بود با سردار سپه یک ملاقاتی کرد، و بعد از اینکه با هم مذاکراتی کردند، او رهبری نهضت جمهوری خواهان رو به عهده گرفت. پس از ملاقات ها و کوشش های زیاد، عده‌ای از رجال به خانه سردار سپه دعوت شدند و یک صورت جلسه ای رو به شرح زیر امضا کردند. توی خونه سردار سپه. حالا سردار سپه هم به هر حال میخواد استفاده کنه از غذایا. به هر حال حالا ما امضا کنندگان که معایب و مفاسد اوضاع را عملا درک کرده ایم و یقین داریم ادامه وضعیت حاضره از مهلال سعادت و سیادت ایران را استقبال کردن است، با احساسات عالیه هموطنان خود مشارکت تامه داشته و عموم علاقمندان و خیرخواهان را دعوت می‌کنیم که حل قضایای حاضر، یعنی تطبیق قانون اساسی با احتیاجات امروزه مملکت و استقرار حکومت جمهوری بر طبق آمال عمومی مورد موافقت قرار بگیرد، تا هرچه زودتر مجلس شورای ملی در تعیین رئیس انتخابی مملکت یعنی رئیس جمهور اقدام و ارکان حکومت جدید رو بر روی اساس محکم قانونی مستقر سازد. حالا کیا امضا میکنن اینو؟ خوب توجه کنید که کیا هستن. سعد دوله، فرمان فرما، سپه سالار اعظم، سمسام السلطنه، حاج مخبر السلطنه هدایت، حاج محتشم السلطنه، مستشار دوله، ممتاز دوله، حشمت دوله، محاسب الممالک، حاج احتشام السلطنه، سردار کبیر، حاج معین دوله، وحید الملک، نصر الملک، نیر الملک، ادیب السلطنه، نصیر الدوله، ممتاز الملک، مشاور الملک، وثوق السلطنه، حاج یمین الملک، حکیم الملک، مشاور السلطنه، نیر السلطان، فهیم الملک، امیر افخم، حاج امین الدوله، مشاور الملک، صدیق حضرت، منصور الملک و منصور السلطنه عدل، دکتر مهدی خان ملک زاده، رضا خان ناینی، میرزا احمد خان نامور،
اقتدار دوله و میرزا مجید خان آهی. خوب توجه کنید، اینها از القابی که همراهشون هست میبینید چه کسانی هستند. اینها تمام و گوشت و پوستشون از قاجاریه است، اما به محض اینکه میبینن سردار سپهی پیدا شده و اقتداری داره و ممکن است که او رئیس جمهور بشه، همه جمع شدن خونه او و اصلا فراموش کردن که احمدشاهی وجود داره و برای او سینه میزنن. گرچه مخبر السلطنه هدایت این طرح رو امضا کرد، ولی در خاطراتش می نویسد که شاید من راضی بشوم به سلطنت او رأی بدهم، یعنی به سردار سپه، اما جمهوری با تبع این مملکت نمی سازد. و همین جاست که ایشون به اصطلاح تخم لغ رو می شکند. اولین کسی است که عنوان می کند که می شود به سردار سپه پادشاهی رو واگذار کرد. بعد هم می نویسد که در جمهوری هر چند سال در مملکت قوقا خواهد شد، به گوش عشق موافق نیاید این گفتار. خب عجب مملکتیه، عجب مردمی هستیم ما. تا دیروز در مقابل احمدشاه و خاندان قاجار هممون سرخم میکردیم تا کمر، چون هممون القاب داشتیم، هممون حقوق داشتیم. حالا میبینیم که آقای سردار سپه به هر حال قدرتی شده، به این جهت آمدیم طرف او. به دنبال اون جلسات طرح جمهوریت از طرف فراکسیون های متجدد، از طرف فراکسیون های تجدد و سوسیالیست تهیه و به شرح زیر در 18 بهمن 1302 برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می شود. نظر به اینکه تلگرافات عدیده‌ای که از تمام ایالات و ولایات و تمام طبقات مملکت در مخالفت با سلسله قاجاریه و رأی به انقراض سلطنت مذکوره رسیده، و نظر به اینکه تقریبا در تمام تلگرافات واصله اظهار تمایل به جمهوریت شده، صراحتا اختیار تغییر رژیم را به مجلس شورای ملی داده اند، و چون قانونا این تلگرافات کافی برای تغییر رژیم نیست، ما امضا کنندگان مواد ذیل رو به مجلس شورای ملی با قید فوریت پیشنهاد میکنیم که به رأی عمومی گزارده شود. ماده اول، تبدیل رژیم مشروطه به جمهوری. ماده دوم، اختیار دادن به وکلای دوره پنجم تا در قانون اساسی موافق مصالح مملکت در رژیم تجدید نظر کنند. ماده سوم، پس از معلوم شدن نتیجه آرای عمومی، تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام بشود. کیا امضا میکنند؟ سید محمد تدین، شیخ العراقین که بعدها نام تجدد به خودش گرفت و خانواده تجدد در تهران در دوران رضاشاه صاحب همه چیز شدن، سرکشیکزاده، سلیمان میرزای اسکندری، ناصر ندامانی، دکتر ضیاءالاطباء، سید ابراهیم ضیاء، رئیس التجار خراسانی، عدل الملک دادگر، حسن صدرایی، شریعت زاده، یحیای زنگنه، سید محمد سلطان، صدر العلماء، مصباح السلطنه اسدی، که غالب اینها در دوران رضا شاه صاحب مقامات بودند، یا رئیس مجلس یا وزیر یا صاحب سایر مقامات. خب فوریت این طرح در مجلس تصویب شد و رفت به کمیسیون که رسیدگی بکنن. در اسفند ماه تلگرافات زیادی درباره جمهوریت با
برای درج در روزنامه های مرکز می رسید و روزنامه های موافق و موافق بر سر کله همدیگر می زدن. روزنامه قانون نوشت که باید در خیابان ناصریه از خون قاجارها سیل جاری شود. در 26 اسفند 1302 مشاورالملک به دفتر ریاست وزرا اطلاع داد که کلیه اجزای وزارت خارجه تقاضای ملاقات با سردار سپه رو دارند. ساعت 4 وقت داده شد. کارمندان در این ملاقات از اوضاع گذشته و دوره قاجارها اظهار انزجار کردند و تقاضای تغییر رژیم داشتند. دو روز بعد کارمندان وزارت مالیه و بعد کارمندان وزارت داخله به دیدن سردار سپه رفتند. آنها نیز با اظهار انزجار از گذشته تقاضای تغییر رژیم از سلطنت به جمهوری را داشتند. روز 29 اسفند نمایندگان علما، اطباء، عده‌ای از تجار زردشتی به اتفاق ارباب کیخسرو با سردار سپه ملاقات کردند. رفت آمد روحانیون، این خیلی جالبه، رفت آمد روحانیون و روزنامه نگاران هم به خانه سردار سپه زیاد شد. یعنی آخوندها جلوتر از همه راه افتادن. سردار سپه هم 3 دستیار انتخاب کرد که به کارها رسیدگی کنند. اولیش نصرت دوله فیروز. خوب توجه کنید، نصرت دوله فیروز که پدرش در دوران قاجارها صاحب مقامات مختلف بود و خودش هم همینطور. علی اکبر داور که تحصیل کرده فرانسه است و سوئیس و دکترای حقوق داره. سردار معظم خراسانی که معروف شد به تیمورتاش، که او هم در اروپا تحصیل کرده هم در دانشکده نظامی روسیه به اصطلاح فوق لیسانس گرفته، که این 3 دستیار شدن که تار کارها رو به سرعت پیش ببرن. در مجلس سید محمد تدین همراه عده دیگر برای جمهوریت فعالیت میکرد. وجوه زیادی هم جمع‌آوری کردند و برای این مقصود در اختیار تدین گذاشته شد. تدین و سلیمان میرزا و یاران آنها به سردار سپه قول داده بودند که به مجرد تشکیل مجلس احمد شاه را از سلطنت خلع و او را به سمت ریاست جمهوری انتخاب کنند. و بسیاری از مورخین نوشتند که اونها به قدری به موفقیت خودشون اطمینان داشتند که حتی به زرابخانه هم دستور داده بودند که سکه طلا با آرم جمهوری برای عید نوروز ضرب بشود تا بتوانند اون روز سردار سپه به مردم عیدی بدهد. بعد هم آقای فروغی که اون زمان وزیر خارجه بود به سفارتخانه ها پیغام فرستاده بود که سلام عید نوروز در دربار انجام نخواهد گرفت، بلکه برای تبریک عید بایستی به منزل سردار سپه بروید. خب توجه میکنید که چه خبر دونا. حالا یک یک راه افتادن، گروهی مأمور شدند که بروند به اروپا و احمد شاه رو وادار کنند تا از سلطنتش استعفا کنه. یه عده‌ای با ولیعهد در تماسند که ایشون رو وادار بکنن که به اصطلاح از سمت ولایت عهد استعفا بکنه و بهش هم وعده هایی میدن، که اما هیچ کدامشون زیر بار نمیرن. بحث مفصلی است. مملکت سخت به هم ریخته است. براتون گفتم که در داستان قبل که مؤتمن الملک وقتی این قضایا را شنید و فهمید که سردار سپه در مجلس چه کرده است،
خواست که در مجلس علنی، در جلسه علنی برای او رأی بگیرد و رأی عدم اعتماد بگیرد و او رو بفرسته بره خونه‌اش. این رو براتون قصه‌شو گفتم. و اینها همه مسائلی بود که در مسئله جمهوریت پیش آمد. اما وقتی که قضایا سخت بالا گرفت، میبینن که احتمالاً عده‌ای از علماء عظام که در قم نشستند با این قضیه مخالفند. خب چه باید بکنن؟ جناب سردار سپه که این روزها به اصطلاح سردمدار قضایا هست، میبینه که اگر نتواند نظر علماء عظام رو در قم بگیره، مردمی که پایبند به اصطلاح اسلام خرافی هستند ممکنه همراه او نشوند و به زحمت بیفته. به این جهت با توصیه دوستان و یارانش تصمیم میگیره که شخصا به قم بره و با علما ملاقات کنه. آیت الله زنجانی که در آن موقع منشی آیت الله شیخ عبدالکریم، مرجع تقلید شیعیان بود، نوشته است که در آن جلسه آیت الله ناینی، آیت الله اصفهانی، حسن طباطبایی، عبدالحسین شیرازی، مهدی خراسانی، جواد صاحب جواهر در آن جلسه حضور داشتند و چند تن از آیات عظام به سردار سپه اعتراض کردند که شما حافظ جان و مال مردم هستید، چطور در مجلس از اسلحه خودتان که برای حفظ دفاع از کشور هست استفاده کرده اید و آن را به روی برادران و خواهران خود کشیده اید؟ سردار سپه که متوجه میشه که اصلا جلسه مخالف او تشکیل شده، میگوید که من هیچ دایه‌ای ندارم، اما یادتون باشه که من خودم رو خادم شریعت مقدس اسلام میدانم و از حادثه جلوی مجلس هم بسیار متاسفم. آیت الله ناینی میگوید که تأسف شما کشتگان رو زنده نمی کنه. شما نباید فراموش کنید که مسئول شاه و مجلس هستید، نه غیر از آن. اما شما نسبت به هر دو اینها طغیان کرده اید. البته که باید از گذشته اظهار ندامت کنید تا اینکه بتوانید کار خودتون رو ادامه بدهید. خب دیگران هم به پیروی از آیت الله ناینی شروع میکنند به ملامت کردن سردار سپه. در این موقع حاج شیخ عبدالکریم که به اصطلاح رئیس سنی آیون علما در قم هست، نقش میانجیگری رو به عهده میگیرد و سعی میکنه که قضایا رو آرام کنه. به این جهت یک اعلامیه ای رو تنظیم میکنن که آیان امضا میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. جنابان مستطابان حجت الاسلام و طبقات اعیان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ایران، دامت تعییدات هم، چون در تشکیل جمهوریت بعضی اظهاراتی شده بود که مرضی عمومی نبوده است
و با مقتضیات این مملکت مناسبت نداشته است، لذا در موقع تشرف حضرت اشرف آقای رئیس الوزراء برای مبادعه به دارالایمان قم نقض این عنوان و الغای اظهارات مذکوره را اعلام و آن به تمام بلاد خواستار هستیم و ما هم اجابت ایشان را پذیرفتیم. یعنی ایشان از آنچه درباره جمهوریت گفته شده بود نظرشون رو پس گرفتم. و بعد هم میگویند که انشاءالله تعالی عموما قدر این نعمت رو بدانید و از این عنایت کاملا تشکر نمایید. الاحقر ابوالحسن الموسوی الاصفهانی، الاحقر محمد حسین قروی ناینی، الاحقر عبدالکریم حائری. یعنی این ستن که بزرگترین بودند اون روز در قم، مسئله جمهوریت رو و اینکه جمهوریت موافق با مسائل مملکت ایران نیست از زبان خود سردار سپه در اعلامیه‌شون اعلام میکنن. جناب سردار سپه هم در 11 فروردین یک بیانیه‌ای صادر میکنن و تمام آنچه را که علما اعلام کرده بودند میپذیرند و مردم رو منع میکنند از اینکه هرگز راجع به جمهوریت مطلبی گفته نشود و از آنها تقاضا میکنند که به جای اینکه به جمهوریت فکر کنیم بیایید همه دست به دست هم بدهیم و در راه حفظ مصالح مملکت و با هم برای ترقی و پیشرفت مصالح مملکت با هم بکوشیم. اما این بیانیه ها و اعلامیه ها صدای جمهوریت رو از بین نبرد و باز هنوز عده‌ای از روزنامه ها کم و بیش مشغول نوشتن مقالات بر لح جمهوریت بودند و حتی بعضی از آنها با انتشار اخبار جعلی ذهن مردم رو مشوب می‌کردند. خب جناب مدرس که به اصطلاح رئیس اقلیت مجلس هست در جلسه علنی او هم اعلام میکنه که من هم با جمهوریت مخالفم، زیرا جمهوریت با طریقه حقه جعفری مناسب نیست ولی با مقام پادشاهی هر آدم لایقی من هم موافق هستم. خب توجه میکنید؟ یعنی ضمن اینکه جمهوریت رد میکنه یک وعده و وعیدی هم به سردار سپه میدهد که من هم با سلطنت شما موافق هستم. بدین ترتیب جنبش جمهوریت با اقدامات علمای اسلام متوقف میشود. رضا خان هم که از ریاست جمهور شدن مایوس شده است، البته حالا دیگه به فکر به دست آوردن تخت سلطنت میافته. مردی است صاحب همه چیز هست، قدرت رو در اختیار داره، یه عده زیادی هم باهاش موافقن و میدونید از کجا اصلاحات رو شروع کنه، پس بنابراین چرا پادشاه نشه؟ بله دوستان عزیز من، امیدوارم که این قصه ها شما ها رو خیلی مایوس نکنه از اوضاع مملکت، اما ببینیم که ما مردمی هستیم که هر روز به یه شاخی می‌نشینیم و هر روز خودمون رو به یک رنگ در میاریم. در نتیجه این است که مملکت ما هم هر روز یه رنگ و یه بوی داره که امروز شما می‌بینید دچار چه وضعیت اسفناکی هستیم. روز و روزگارتان خوش تا برنامه بعد.